سلام دوستان. بزرگترین اندام بدن انسان پوسته. بله، مساحت پوست به 2 متر مربع میرسه و حدود 10 کیلو وزن داره. اگه میخواید چیزای جالب بیشتری راجع به دنیای اطرافتون یاد بگیرید، ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. باورتون میشه همچین موجود عجیب و غریبی وجود داره؟ این چه حیوانیه؟ فوکه؟ پرنده است؟ هر چقدر هم که بهش نگاه کنید متوجه نمیشید چه حیوانیه. این یه حیوان بسیار بسیار نادره که مطالعات خیلی کمی روش انجام شده و تقریبا هیچ وقت دیده نشده. یه پرنده شبگرده که اسمش پوتوه. این حیوان حدود 200 گرم وزن داره و در قاره آمریکا زندگی میکنه. پوتو به خوبی استتار میکنه و معمولا بی حرکت میمونه، حتی وقتی یه آدم بهش نزدیک بشه. پوتو به خاطر صداهای غمگینی که از خودش در میاره معروفه. اسب‌ها یه ویژگی دارن که احتمالاً تا حالا ازش خبر نداشتید. اینجا رو نگاه کنید. شاید فکر کنید این موجودات تو صورتشون استخونی ندارن. در واقع استخون دارن. این فک اسبه و این دماغشه. همه چیز داره، منتها فک و دماغش جایی که فکر می‌کنید قرار ندارن. واسه همین وقتی جلوی صورت اسب رو فشار میدید، چهرش اینطوری خنده‌دار میشه. با این حال توصیه میکنم این کار رو با اسب یه نفر دیگه امتحان نکنید، چون احتمالاً خوشش نمیاد. یه بچه به اسم دام سبک خاصی تو نقاشی داره که نزدیک به مینیمالیسته. نقاشی های اون معمولاً از چند تا خط سیاه تشکیل شده، اما پدر بچه اونقدر از این شاهکارها خوشش اومد که تصمیم گرفت تبلیغشون کنه. پدر بچه از مهارتش تو فتوشاپ استفاده کرد و نقاشی های پسرش رو تبدیل به عکس های واقعی کرد. عکس ها اونقدر خنده‌دار از آب در اومدن که خانواده چند صد هزار فالوور اینترنتی پیدا کردن. تو چند سال اخیر ویدیوهای عجیبی راجع به درخت ها منتشر شده. ظاهر درخت ها عادیه، منتها دارن از داخل می سوزن. به علاوه آتش سوزی رو فقط از لای شکاف های تنه می تونید ببینید. یه عده کامنت گذاشتن این شبیه اوضاع خیلی از ما آدم هاست. به نظر آروم می آییم اما از درون آتیش می گیریم. حالا همچین پدیده طبیعی غیر عادی چطور ایجاد میشه؟ کارشناسا میگن علتش برخورد سائقه است. سائقه معمولاً باعث آتیش گرفتن داخل تنه درخت میشه که ممکنه تا چند روز ادامه پیدا کنه، اما آتیش گسترش پیدا نمیکنه. حتی امروزه که در سال 2021 به سر میبریم، همیشه قبل از تولید یه ماشین طراح‌ها اول ماکت خاکیش رو میسازن. مقیاس 1:1. همه چیز هم خیلی واقعی به نظر میرسه. این کار باعث میشه قبل از شروع تولید بدونن ماشین دقیقاً چه شکلیه و همچنین باعث صرفه‌جویی در پول میشه، چون بابت کنار هم قرار دادن قطعات واقعی هزینه‌ای نمی‌کنن. جالب اینجاست، ماکت دقیقاً شبیه ماشین واقعی میشه. وقتی خودتون یه چیزی رو بکارید، یه لذت دیگه داره. امروزه فقط کافیه یه پکیج پرورش قارچ بخرید. زیر نور و آفتاب قرارش بدید، چند بار در روز بهش آب بدید و ظرف 10 روز می‌بینید قارچ تازه بیرون میاد. بعد از برداشت کردنشون میتونید دوباره همین کار رو تکرار کنید تا قارچ‌های جدید رو برداشت کنید. البته قارچ‌ها یکم ترسناکن، اینطور نیست؟ امروزه سرگرمی‌های مختلفی وجود داره که حتی خیلیامون ازش خبر نداریم. مثلا تا حالا راجع به فلایبورد شنیده بودید؟ با این وسیله نیاز نیست فقط محدود به دریا باشید. همه اینا به کمک موتور جت آبی اتفاق میفته که شما رو تو هوا نگه میداره. فرد میتونه روی بورد وایسه یا داخل موتورش بشینه. بستگی به علاقه و مهارت‌های خودش داره. در کل حفظ تعادل روی یه هاوربورد خیلی سخت‌تر از نشستن توی جت اسکی دنجه. دوست دارید سوارش بشید؟ این مسابقه خیلی باحاله. دو تیم روی یه قایق بلند روبروی هم میشینن و تو جهت مخالف همدیگه پارو میزنن. برنده تیمیه که بتونه قایق رو حداقل 1 متر به حرکت در بیاره. شبیه جنگ وایکینگ هاست مگه نه؟ این یه تسمه نقاله سلولی مبتکرانه است که اخیراً توسط دانشمندان آلمانی اختراع شده. این اختراع میتونه کار جابجایی کالا رو متحول کنه. تا حالا چیزی مثل این تو انبارها استفاده نشده. این دستگاه از سلولهایی تشکیل شده که شبیه لونه زنبوره. هر کدوم از اینا مجهز به 3 چرخ همسویه است که هر کدومشون قابل کنترل و برنامه ریزی هن.
این دستگاه تو جابجا کردن کالاها آزادی زیادی میده و سرعت کار رو چند برابر میکنه. تیم لین هارت یکی از اولین مخترعین مجموعه کاملی از سازهای موسیقیه که فقط با یخ درست شدن. چلو، بانجو، گیتار، زیلوفون، تبل. این مرد از پس درست کردن هر سازی برمیاد. به علاوه یه ارکستر یخی ساخته که تو کشور خودش اجرا میکنن و موسیقی هایی که مینوازن واقعا زیباست. ممکنه بپرسید چطور در حین کنسرت ویولون تو دست نوازنده ها آب نمیشه؟ خب به خاطر همینه که خیلی از سازها به سقف وصلن تا ساز از دست نوازنده سر نخوره. به علاوه اعضای ارکستر دستکش‌های مخصوص می‌پوشن و داخل اتاق مخصوصی ایگلو اجرا می‌کنن. این اتاق انعکاس صدای خوبی داره و دمای مناسبی واسه سازها داره. چیزی در حدود منفی 5 درجه سلسیوس. این یه خشک‌کننده سگه. ممکنه بپرسید به چه دردی میخوره؟ خب ساده است. خشک کردن به وسیله یه لوله مخصوص انجام میشه و نیاز نیست سشوار رو مستقیما به طرف سگ بگیرید و اونو بترسونید. دومن سگ رو گرم نگه میداره و سومن از شر بوی سگ هم خلاص میشید. آدمای با استعداد زیادی تو دنیا وجود دارن که شاهکارهای هنری خاصی خلق میکنن. فقط به کارهای این مرد چینی نگاه کنید. حتی مشخص نیست از چی ساخته شدن، اما الان براتون توضیح میدم. رزین اپوکسی یه ماده عجیب غریب شفافه که داخلش اجزای نورانی داره. مکعبها روی پایه‌ای قرار دارن که مجهز به نور LEDه. این دکوراسیون هر خونه‌ای رو زیبا میکنه. اینم یه کیکه که ظاهر مشابهی داره. مهمونا قطعاً این کیک رو فراموش نمیکنن. اما نگران نباشید، داخل این کیک رزین اپوکسی وجود نداره. احتمالاً برای درست کردنش از رنگ‌های مخصوص استفاده کردن. تو این ویدیو 10 روز از زندگی گوجه رو ظرف چند ثانیه می‌بینید. اسم فرایندی که تو اینجا می‌بینید پیوند زدنه که شامل ترکیب چند گیاه مختلف میشه. در آینده چنین گوجه‌ای دو ریشه و یه ساقه خواهد داشت که یعنی مواد معدنی بیشتری دریافت میکنه و میوه‌های خوشمزه‌تر و پرویتامین‌تری تولید میکنه. در اینجا یه تکه پنبه فولادی بزرگ و باتری عادی داریم. به نظر میاد با همین دوتا هم میشه آتیش درست کرد. دلیلش اینه که بین دو شی یه اتصال کوتاه اتفاق میفته. از اونجا که فیبرهای پنبه فولادی خیلی باریکن، فرایند اکسیداسیون در چنین سطح کوچیکی منجر به آتیش گرفتن میشه. بهتر این کار رو تو جشنها امتحان نکنید، اما برای زنده موندن در طبیعت به درد میخوره. تا حالا یه لاک‌پشت دریایی واقعی دیدید؟ اگه پاسختون منفیه، توصیه میکنم به جزیره رین برید. ترجیحاً با یه هلیکوپتر از اونجا رد بشید. در اینجا بزرگترین جمعیت لاک‌پشت‌های سبز استرالیایی رو می‌بینید که هر سال به اینجا میان. این دسته شامل حدود 65,000 لاک‌پشت میشه. جالب اینجاست، در قدیم محققان لاک‌پشت‌ها رو با رنگ علامت‌گذاری می‌کردن تا متوجه تغییرات جمعیتشون بشن، اما کار راحتی نبود. در نتیجه در سال‌های اخیر از پهپاد استفاده می‌کنن. هر کسی میتونه هنرمند باشه، حتی اگه شغل اصلیشون چیز دیگه ای باشه. مثلا یه دانشمند که با استفاده از باکتری ها نقاشی میکشه. این هنر واقعا وجود داره و چند نفر در گوشه های مختلف دنیا انجامش میدن. خلق کردن همچین نقاشیایی خیلی سخته، چون باکتری ها بیرنگن. وقتی هنرمند موجودات میکروسکوپی رو وارد باکتری ها میکنه، رنگ های خاصی پیدا میکنن و برای انسان قابل دیدن میشن. البته عمر این نقاشی ها حد اکثر 1 هفته است و نمیشه از آزمایشگاه خارجشون کرد. به خاطر همینه که فقط عکسشون رو داخل نمایشگاه ها میذارن. موزیسین های خانه اپرای لیسیو در بارسلونا بعد از مدت طولانی کنسرت برگزار کردند. اما به جای اینکه انسان ها تماشاچی باشن، سالن پر از گیاه های مختلف بود که داخل گلدون قرار گرفته بودند. نوازنده ها اثر معروف پوچینی رو روبروی بیش از 2000 گیاه نواختن. بعد از کنسرت گیاه ها رو به پزشکای محله هدیه دادن تا ازشون تشکری کرده باشن. راستی فکر نکنید کار مسخره ای انجام دادن. دانشمندا ثابت کردن صدا میتونه تأثیر مثبتی روی رشد موجودات زنده داشته باشه. این شیء غول‌پیکر رو ببینید، شبیه یه سیب زمینی بزرگه، مگه نه؟
خب این در واقع یه سیب زمینی واقعی نیست، فقط شبیهشه. این سیب زمینی غول‌پیکر که 6 تن وزن داره در سال 2012 و به مناسبت جشن سیب زمینی آیدهو ساخته شد. بعد سیب زمینی رو تو سراسر کشور چرخوندن. 7 سال تو کشور چرخید و بالاخره به سرزمین مادریش آیدهو برگشت. اما بعد باهاش چیکار کردن؟ انداختنش دور؟ نه. سازنده ها برای این سیب زمینی غول‌پیکر استفاده بهتری پیدا کردن. اونا سیب زمینی رو تبدیل به یه هتل واقعی کردن. فکر نکنید این ایده با شکست مواجه شد. نه، برعکس، بلافاصله توریست های زیادی رو به خودش جذب کرد که حتی حاضر بودن بابت هر شب اقامت در این هتل چند صد دلار پول بدن. به علاوه هتل تقریبا همه یه چیزای لازم رو داره. پریز برق، یخچال، شومینه، تخت خواب. تنها مشکلش اینه که داخلش دستشویی و حمام نداره، اما فکر نکنم مشکل بزرگی باشه.